مناطق خوب تهران. یام خیلی خوب. اگه 4 نفر سوار کنه 5 تومن برسه برای ناساله. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله امروز اومدیم میدان سند یا همون میدان شهرک غرب، یکی از مناطق خوب تهران واقع در شهرداری منطقه دو. همونطور که میبینید الان اینجا برجای فکر کنم سعدی، حافظ، خیام. خیلی هاتون که بچه شهرک غرب بودید احتمالا اسم اینا رو شنیدید. میدونید که در قدیم داخل همین میدون یه المان از سنت داشته که فکر کنم سال 90-95 برداشته شده و میدون یه حالت سرایی پیدا کرده، یه طرفش محصوره و نمیتونید کامل دور بزنید. اینجا هم ایستگاه تاکسیشه، همونطور که همین الان میتونید ببینید تو نقشه. ما امروز قراره اقدام کنیم بریم به سمت میدان کاج. یه مسیری با اتوبوس میریم، یه مسیری با ماشین میریم. اینجا هم که مترو خط 7 میدان سنت، این سمت هم که قبلا رفتیم پر از مرکز خرید و میلاد نور و چندین مرکز خرید دیگه که حالا من حضور ذهن ندارم در حال حاضر. خب با هم بریم یه چرخی نسبتاً بزنیم دور میدون و بعد راه بیفتیم به ماشین و بلوار خوردین رو بریم. می‌بینید که یکی از خیابون‌های مهم شهرک بلوار خوردین، خیابون ایران زمین، هرمزدان، اینها هستش. اینجا ایستگاه تاکسی‌هاشه، بریم ببینیم که تاکسی کجا هست. اینجا تاکسی فرهزاده، اگه 4 نفر سوار کنه 5 تومن، اگه 3 نفر سوار کنه 7000 تومن. 3 نفر به خاطر زمان کرونا. دیگه الان فکر می‌کنم همه 5 تومنه. این برام که میره قائم مقام فراهانی و 9500 7500. ببینید با این حال که الان سر زهره جمعیت زیادی میان استفاده میکنه از مترو، اینجوری میکنه. این دو چرخه هم که بهتون گفتم از اپلیکیشنش استفاده میکنید، مبلغشو پرداخت میکنید و حالا مسیری که میخواید باهاش حرکت میکنید. شاخص آلودگی تهران امروز یه ذره به سمت ناسالمه، میتونید خودتون تو تابلو نگاه کنید، یعنی نزدیک آستانش که برسه برای ناساله. من نرسیده کامل. خب این سمت هم که میشه بلوار پاکنژاد، خیلیاتونم از این سمت خاطره دارید. واقعا جمعیت زیادی به خاطر مترو اینجا رفت آمد میکنه و خیلی هم و اکثر اوقات غرب تهران از اینجا حرکت میکنم. دوستان هم من بگید اون برجای روبرو اسمشون چی اگه خاطرتون هست. حالا برگردیم میریم سمت بلوار خوردین و میریم سمت میدان کاج. بله بلوار خوردین هستیم، همینجوری میریم جلو
تا برسیم به میدان کارج. میبینین چه ترافیکی هست کلن این مسیر، همیشه ترافیک داره، حالا چه رفتش و برگشتش بستگی به پیک ترافیکی داره، همیشه. یعنی میرسیم به این چهار راه، میخواد وارد اتوبان، حالا در حال حاضر نیاییشو میگن آشامی رفسنجانی، کلن همیشه نسته به اینجا ترافیکه، چه از بالا چه از پایینش. خودتون میتونید ساختمان رو ببینید، یه شیب رو به بالا داره.
رسیدیم میدون کاج. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید، هر جا هستید پر انرژی و شاد باشید.